اومدید به صد زن. در این برنامه امشب به بحث ورود زنها به ورزشگاه ها و مشکلاتی که زنان در عرصه ورزش حرفه‌ای با اون روبرو هستن میپردازیم. همطور که اینجا میبینید برای گفتگو در این زمینه دریا صفایی از فعالان حضور زنان در ورزشگاه ها همراه منه و همینطور از ترکیه یاسمین زینالی بسکتبالیست از آنتالیا به ما پیوسته. مهمون های ما از تجربیات خودشون در این زمینه خواهند گفت و همینطور از زندگی خالد پوپالزای فوتبالیست افغان هم خواهیم شنید. سال هاست که زنهای ایرانی تلاش میکنن تا به حق تماشای بازی های فوتبال در استادیوم ها دست پیدا کنن. در دولت های مختلف تلاش های متفاوتی در این زمینه شد، از روسری سویت ها گرفته تا حرف های محمود احمدی نژاد، تا اینکه به تازگی دو مسابقه فوتبال در ایران تونستن که زنها در اون حضوری محدود داشته باشن. بعضی فعالان این حضور رو نمایشی میخونند و اون رو کافی نمیدونن و میخوان که همه زنها جدا از اینکه سمت دولتی دارن یا آشنایی در فدراسیون، فرصت حضور در استادیوم و تشویق تیمشون رو داشته باشن. شادی الهی نگاهی کرده به موج آخر تلاش ها برای حضور زنان در استادیوم های فوتبال ایران. دو تجربه ورود زنان ایرانی به استادیوم آزادی، هرچند محدود. اولین بار پس از حدود 39 سال در دیدار دوستانه بین تیم های ملی ایران و بولیوی و یک بار دیگر هم در فینال جام قهرمانان آسیا و دیدار پرسپولیس با کاشیما آنتلرز ژاپن. میزنه زمین اونجوری ریبان میشه دروازه پرسپولیس باز بشه به حال توی دروازه. داستان از حضور رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در ایران آغاز شد. جانی اینفانتینو اسفند ماه سال گذشته برای تماشای دیدار استقلال و پرسپولیس وارد تهران شد و در میان 80 هزار نفر به تماشای مسابقه بسیار حساس نشست. غافل از آنکه حضور او در استادیومی بدون تماشاچی زن به یکی از مهمترین دغدغه‌های دوران ریاستش تبدیل خواهد شد. این تصویری است که آن روزها از ممانعت از ورود زنان به استادیوم منتشر شد. گفته شد آنها مدت کوتاهی بعد از بازداشت یکی یکی آزاد شدند. اینفانتینو برای حضور در ورزشگاهی که زنان اجازه ورود به آن را ندارند مورد انتقاد قرار گرفت. او در واکنش گفت فعلا قصد مصالحه و گفتگو دارد. قوانینی در این کشور وجود داره که مانع حضور زنان در ورزشگاه هاست. دو راه برای برخورد با این مسئله وجود داره. انتقاد کنیم، تحریم کنیم، محکوم کنیم، قطع رابطه کنیم، حرف نزنیم یا سعی کنیم بریم اونجا و گفتگو کنیم و رهبران اون کشور رو متقاعد کنیم که باید اجازه بدن زنان به ورزشگاه ها برن. من از بین این دو راه گزینه دوم رو انتخاب کردم. اما در این میان زنان ایرانی به ویژه فعالان حقوق زنان که در سالهای گذشته همواره تلاش کردند محدودیت‌های موجود را رفع کنند، میگویند تلاش‌های آنها بوده که صدای زنان را به گوش جهانیان رسانده. دو گزینه تاثیرگذار بوده: یک، فعالیت‌هایی که خود زنان عادی انجام دادن; دو، وارد شدن فیفا به اینکه بخواد جمهوری اسلامی رو وادار بکنه و به او فشار بیاره که اگر شما درها رو باز نکنید محروم میشید. خیلی ها فکر میکنن که تحریم کردن تأثیر معکوس داره، اما در این زمینه ما میبینیم که اگر تهدید و تحریم نبود به نظر من هرگز جمهوری اسلامی کوتاه نمیومد. حضور تاریخی زنان در ورزشگاهی در جده. پارسال زنان عربستان سعودی برای اولین بار توانستند به طور رسمی شاهد یک مسابقه فوتبال باشند. اما نه با فشار فیفا و زنان، بلکه در راستای اصلاحات قوانین اجتماعی و نمادین. در عربستان تمایلی برای حضور زنان در ورزشگاه دست کم در سطح رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیده نمی‌شد و وقتی هم که درها باز شد به نظر نمی‌رسید این زنانی که دارن در استادیوم حضور پیدا می‌کنن شیفته فوتبال هم حتی در مصاحبه هایی که با اونها شد و منتشر شدم چنین مسئلهی به چشم نمی اومد. در صورتی که در خصوص ایران انقدر این تمایل پررنگ بود که حاضر بودن تغییر چهره بدن برای ورود به استادیوم، حتی فعالان ورود زنان به ورزشگاه ها تا سطح ملاقات خصوصی با دبیر کل فیفا پیش رفتن. شدت مطالبات زنان و فعالیت‌های پیاپی و جدی آنها به مجادله‌های بسیاری دامن زده، از جمله سخنان دادستان کل تهران که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. محمد جعفر منتظری ماه پیش گفت وقتی خانومی به ورزشگاه می‌رود و با مردانی که با لباس ورزشی و نیمه اوریان مواجه می‌شود و آنها را می‌بیند گناه می‌کند.
او در ادامه گفت حضور زنان در ورزشگاه آزادی یک آسیب است و هیچ توجیه شرعی ندارد. قبلا هم هشدارهای اخلاقی و شرعی محافظه‌کاران به عنوان موانعی برای ورود زنان به ورزشگاه مطرح شده بود، از جمله شنیدن فحاشی و کلکل مردان تماشاچی به ویژه در بازی‌های داربی بزرگ تهران. اما فیفا به طور خاص تبعیض، از جمله تبعیض بر اساس جنسیت را تحریم می‌کند و بر همین اساس کمیسیون مشاوره حقوق بشری فیفا از این نهاد خواسته تا یک ضرب العجل برای ایران در رابطه با صدور مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌ها تعیین کند. فیفا در واقع ابزارش محرومیت و تعلیق و تحریمه و این چیزیه که ایران هیچ کاریش نمیتونه بکنه، نه با ابزار سیاسی نه با ابزار نظامی اقتصادی، به هیچ وجه نمیتونه جلو این بیسته و هیچ کاریش نمیشه کرد. اگر فوتبال ایران تعلیق بشه به اون معناست که تیم ملی بزرگسالان، باشگاه‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا، فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی، زنان و مردان در تمام رده‌های سنی اجازه فعالیت بین المللی نخواهند داشت. حالا فدراسیون فوتبال میماند و درخواست های فیفا. هرچه فیفا برای حضور یافتن زنان در ورزشگاه ها بر ایران فشار می آورد، محافظه کاران با ضد حمله این فشارها را دفع می کنند. اما هنوز مانده که مطمئن شویم برنده این میدان که خواهد بود. شادی الهی، بی بی سی. اونجا جابر انصاری و تمام. دریا صفایی همونطور که گفتم یکی از فعالان کمپین ورود زنان به ورزشگاه‌ها در استودیو همراه منه و از آنتالیای ترکیه از طریق اسکایپ یاسمن جان زینالی، فامیلی تو یه لحظه فراموش کردم. بذار از شما شروع کنم خانم صفایی. شما میدونم که با مسئولان کمیته حقوق بشر فیفا دیدار کردین. چقدر فیفا رو جدی می‌بینین در اینکه این بحث ورود زنان به استادیوم رو خاتمه بده؟ حقیقتا لحظه که من باشون گفتگو داشتم در یک مکالمه بسیار طولانی یک ساعت و نیمه، اونها علاقه من بودن به اینکه این مسائل رو بشنوند، ولی باز هم خیلی برای من خیلی ناراحت کننده بود وقتی که آخر مکالمه‌مون گفتن که ما همچنان به دیالوگ ادامه میدیم و سوال من این بود که بسیار عالی به گفتگو ادامه میدید ولی تا کی میخواید این کارو بکنید. ولی خب وقتی که فشارها روشون بالاتر و بالاتر میره با توجه به اطلاعاتی که در تمام این مدت کسب کردن، ظاهراً دنبال این هستن که واقعاً این نابرابری رو خاتمه بدن، چون برای خودشون هم یک آبروریزی برخلاف مغایرت داره با قانون و اساسنامه خود فیفا و فشاری که مردم ایران در این سالها آوردن روی فیفا، این مسئله رو براشون تبدیل کرده به یه مسئله بسیار جدی و مهم. الان یه دی هستن که میگن خب بالاخره در وا شده، مثل مسئله حجاب که زنها قدم به قدم روسریشون رو دادن عقب، خب بذارید فوتبال و ورود زنان در ورزشگاه هم همین گونه حل بشه. خب متاسفانه مسئله این گونه حل نمیشه و نشده. در حقیقت اگر ما میخواستیم قدم به قدم حل بشه، هیچ وقت این مسئله تا به اینجا نمیکشید. دلیل اینکه الان این صحنه آرایی به نظر من بسیار زشت و ناگوار، چون حضور چند زن سفارشی حضور زنان ایران نیست در ورزشگاه، دلیل اینکه این اتفاق هم افتاده به نوعی فشارهایی که تمام این سالها فعالان حقوق زنان و مردم ایران، زن و مرد در کنار هم آوردن. اگر این فشارها نباشه، هیچ وقت حکومت جمهوری اسلامی با چنین افکار و ایدئولوژی زن ستیزی که داره حاضر نیست درهای ورزشگاه رو به روی زنان باز کنه. به خاطر همینه که فعالیت ما بوده که تا اینجا کشونده و باید همچنان مردم ایران به این باور داشته باشن که فقط از همین راهه که درها گشوده خواهد شد. یک نکته ای هست، مثلا بعضی از کمپینرها اعتقاد دارن که اگر مردها نرن در ورزشگاه ها این مشکل به مرور حل میشه. فکر میکنی این دیدگاه درستیه؟ به نظر من خیلی مهمه که وقتی که یک جا صحبت از تبعیضه، فقط قربانیان اعتراض نکنند. اصلا باید کل اون جامعه مخالف تبعیض باشه بر هر اساسی که از حالا تبعیض جنسیتی، تبعیض نژادی، تبعیض بر اساس مذهب یا هر نوع تبعیضی که به هر شکلی باید مردود باشه از دیدگاه مردم. به خاطر همینه که به نظر من تلاش مردان شانه به شانه زنها امر خیلی مهمیه برای اینکه نشون بده که ما چقدر این مطالباتمون جدیه و چقدر خواهان ورود به ورزشگاه هستیم. یاسمین زینالی همچنان با ما هستی. میخوام از تو بپرسم که تو برات به عنوان یک بسکتبالیست چقدر این مسئله حضور زنان در ورزشگاه مهمه؟ حضور من توی ورزشگاه خیلی مهم بود، به این دلیل که بازی و روند و تو اون جبهه بسکتبال قرار گرفتن برای ما خیلی مهمه و حرکت‌های جدید، کوچ‌ها و آپدیت شدن‌ها از اون طریقه.
ولی تا یه سری مشکلات پیش اومد که یه مدت حتی بسکتبال هم قطع شده بود، ولی الان ما باز هم میتونیم توی ورزشگاه ها باشیم. خانم صفایی، میخوام برگردم به شما و بحث این که چقدر فکر میکنید این مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها مختص تهران یا یه قشریه که به هر حال در فضایی هستن که ورزش رو بیشتر میشناسن، یا عمومیه به نظر شما؟ اون چیزی که من دیدم تو سالهای گذشته این یه خواسته عمومیه، در تمام شهرهای ایران این مسئله به چشم خورده. یعنی من یادمه که قائم شهر همچنین مسئله بود که زنها و مردها در کنار هم جشن گرفتن تو خیابونها که چقدر هم زیبا بود و متاسفانه با برخوردهای مواجه شد. و در اقصی نقاط ایران این مسئله هست که زنها میخوان برن ورزشگاه. و طبیعیه، نگاه کنید، زنان ایران یکی از پیشرفته ترین زنان منطقه هستند، ولی تنها زنانی هستند که از یه همچین حق ابتدایی برخوردار نیستن، محروم هستند. ما اگه حتی خودمون رو با کشورهای همسایه هم مقایسه کنیم، اکنون میبینیم که در کشورهای همسایه هم زنها میتونن به ورزشگاه برن. و با توجه به اینکه من مطمئنم مسئله فرهنگی ایرانی ها هیچ وقت بیشتر از مردم منطقهشون نبوده، این یه خواسته یه که در تمام شهرهای ایران حاضره. با ما بمونید چون میخواییم مسئله را از یک دیدگاه دیگه هم بررسی بکنیم. خالد پوپالزای 6 سال پیش به دانمارک پناهنده شد. مهاجرت اجباری به اروپا بهای گزاف تبدیل شدن به نماد فوتبال زنان افغانستان بود. خالد اولین زن افغان بود که در فدراسیون فوتبال این کشور مشغول به کار شد. او از داستان فوتبالی شدنش میگه. کاوه مشکات برای دیدار او به کوپنهاگ رفته بود. فوتبال به من یاد داد که چه رقم من حیث زن استاچ و مبارزه کنم به خاطر حق خود، به خاطر حق انسان بودن، به خاطر حق زن بودن و به خاطر تنها به خاطر خودم نه، به خاطر دخترها و زنای دیگه. ما در خانواده بزرگ شدیم که امرای برادرم بودیم و ما خواهر ندارم. مقصد از امرای اونها یک جای بازی میکردم. ما وقتی که ممانعت های زیاد رو مواجه شدم، بازی رو جدی تر گرفتم. چون مادر ما استاد ورزش بود، تشویق های از اونها بود و حمایت از اونها بود که بیشتر ما جدی تر شدم در قسمت گرفتن فوتبال. آخرای 2003 بود که ما تصمیم گرفتیم، زمانی که حمله شد بالای ما و اونمو زمانی بود که همگی ما یک جای شدیم من حیث یک گروپ و با فوتبال جدی گرفتیم. 2006 از فدراسیون فوتبال تقاضا کردیم که تیم دخترها را یک مسابقه بگیرن و انتخابات کنن. این اولین بار بود در تاریخ افغانستان که همچین اتفاق افتاد. فدراسیون فوتبال در اول زیاد خرسند نبود و تا وقتی که فیفا تصمیم گرفت که یک مقدار بودجه بدن. سال 2007 بود که اولین مسابقه ما در پاکستان داشتیم. وقتی که مسابقه را بردیم و ای آمد در میدیا و مردم فهمید که افغانستان تیم ملی داره، و بعد از او مشکلات ما زیادتر و زیادتر شد. شاگرد متعلم مکتب بودیم و نداشتیم پول رفت آمد خود و فامیلیا نمیتونستن که تمام خارج پرداخت کنن. هر دختر ما که فوتبال میکرد، هر بازیکن ما و فامیل بازیکن ما، هر روز مشکلات بیشتر میشد. چون یک جامعه بسته، یک جامعه مردانه، یک جامعه که حتی بعد از جنگ فرهنگ و ورزش نبود، فوتبال دخترها بسیار یک چیز بزرگ بود. مسئول مالی یا مدیر مالی فدراسیون فوتبال، مسئول یا مدیر کمیته فوتبال زناشان، و اولین بار بود در تاریخ فدراسیون فوتبال افغانستان، در تاریخ افغانستان یک زن کار میکرد در فدراسیون فوتبال. ما بسیار قدرتمند و متاسفانه در ورزش افغانستان دست دارن مردمایی که نظامی هستن و جنرال هستن، امروز در ورزش افغانستان جا گرفتن. و وقتی که مثلا در المپیک افغانستان اگر اون وقت که ما بودم میرفتین یا در فدراسیون فوتبال، فکر میکردین که در پایگاه نظامی آمدین. مشکل ما که یکی از امون جنرال ها بود و نمیخواست که زن پیشرفت کنه و توجه رو نمیخواست که مثلا یک زن بگیره. و حتی تا اندازه شد که مثلا بالای ما تهمت شد که من مخالف کشورم هستم،
تروریست هستم، میخوایم کشور ما خراب کنم. چنان شرایط برای ما قید ساختن، دیگه بودن در افغانستان برای ما خیلی مشکل شده بود و خیلی خطرناک شده بود. مجبور بودم باید برای اولین کار ما به المپیک دنمارک بود. بعدا در بخش ورزشی زیاد کار کردم در ارگنیزیشن های مختلف، پالی از یک ارگنیزیشن خودم پیش می بردم و امروز امروز در کلاب، یکی از کلاب های که در لیگ اول دنمارک بازی میکنه، اف سی ناشیلن کار میکنم. ارگنیزیشن ما به نام زنای توانمند یا قدرتمند، گرل پاور، بخش های مختلف فعالیت دارم. مثلا یکی از فعالیت های ما داخل کمپ های مهاجرین است، مثلا دنمارک، یونان، ترکیه، جرمنی، و دخترایی که داخل کمپ هستن که از طریق ورزش بتانم که اینا را کمک کنم که بیاین بیرون از کمپ و حداقل اگه با یک ساعت هم براین اینا ورزش کنن، قدرت پیدا کنن که پس بتانن امو حالت مشکلاتی که در کمپ هست تعامل کنن. من دوست ندارم مربی شوم، من دوست دارم کسی باشم که مربی و بازیکن حمایت کنم، یا کسی باشم که موقعیت جور کنم با بازیکن و با مربی که بتانن فقط راجع به فوتبال فکر کنن، راجع به پیشرفت، راجع به بازی فکر کنن، نه راجع به مشکلاتی که چهار اطراف هستن. اگر من یک تیم درست می داشتم، یک تیم قویی که از من حمایت می کرد، امروز این حالت نمی شد. امروز من نمی بودم دنمارک. هیچ وقت خارج خانه خود انسان نمی شد. خانه من افغانستان است، مردم من در افغانستان است. یاسمین زینعلی همچنان همراه ماست. یاسمین، شنیدیم از خالد پوپالزای که چه مشکلاتی داشته به عنوان یک ورزشکار در افغانستان که در نهایت ناچار شد مهاجرت کنه. در مورد تو میخوام بپرسم که وقتی در ایران بودی چطور میدیدی ورزش زنان رو؟ ما بی نهایت پتانسیل های بالایی توی ورزش زنان داریم، ولی یکی از بزرگترین مشکلات زنان توی ایران نداشتن اسپانسره، به اندازه کافی. البته اسپانسرهایی هستن که با 3 الی 4 تا بازیکن قرارداد میبندن، امکانات خاصی در اختیار بچه ها قرار نمیدن، بودجه زیادی در نظر میگیرن و بیشتر ترجیح میدن که این امکانات رو در اختیار آقایون قرار بدن، به این دلیل که ما پخش زنده از تلویزیون نداریم، با اینکه بازیامون با حجاب اسلامی انجام میشه و اجازه تبلیغات هم نداریم. با این حال یه سری موارد دیگه ای که هست، ضعف کادرهای ورزشی تو بخش زنانه که بهشون توجه نمیشه، طبق بسکتبال جهانی که روز به روز داره پیشرفت میکنه و بالا میره و سیستمای جدید داره پیاده میشه بسکتبالای توی ایران، این پیشرفت اتفاق نمیفته. یعنی در اصل آموزش نمیبینن مربیا و خیلی از بازیکنا که به خاطر عشقشون بسکتبال بازی میکنن، تو اون تایمی که دارن سعی میکنن خودشونو بکشن بالا، آسیب میبینن و کلن ممکنه یه فصلشونو از دست بدن و این فصل آیندهشونه. و مشکل دیگه ای که هست، بازیکنه ایران مخصوصا بسکتبال اعزام به بازی های برون مرزی نداشتن، که امسال اولین سالی بوده که این اعزام شکل گرفته، به این دلیل که فیبا اومد ایران، لباس اسلامی رو تایید کرد و اجازه داد که زنها هم تو بازی های برون مرزی با حجاب اسلامی شرکت کنن. ولی میگم هنوز ضعف کادرهای ورزشی، ضعف اسپانسرها هست، اسپانسرها اونقدر بودجه در نظر نمیگیرن که بازیکنها بتونن برن. خانم صفایی، این بحث لباسهای ورزشکاران زن همیشه دغدغه بوده، دقیقا همونطور که یاسمین هم اشاره کرد، میشه که یعنی مجبورن لباسهای اسلامی بپوشن، اما حتی صدای سیما ایران هم حاضر نیست اون رو نمایش بده. اما از اون طرف ما بارها و بارها شنیدیم که مشکلاتی براشون در مسابقه ها هم پیش اومده. بله، کاملا درسته.
اولا اینکه وقتی میبینیم که در واقع اونها با چنین لباس سنگینی، میدونیم وقتی که ورزش میکنن چقدر گرمشون هم میشه، با یک کسایی مسابقه میدن که در واقع لباس بسیار سبک و مناسبی دارن، این مسابقات خیلی ناعادلانه میشه براشون. و اینکه من هیچ وقت یادم نمیره که یکی از غم انگیزترین صحنه هایی که هیچ وقت از خاطرم نمیره گریه های دخترای کاتای ایران بود چند سال پیش که مدال طلا آوردن، ولی بعد از اعتراض مصر که این دخترها گردنشون پوشیده بوده چون که باید پوشششون قابل قبول می بوده برای فدراسیون ایران، اون مدال رو ازشون پس گرفتن و این گریه های تلخ این دخترها هیچ وقت از خاطر من نمیره. من امیدوارم یه روزی بشه که اونها هم بتونن در شرایط عادلانه در مسابقات بین المللی شرکت کنن. یاسمین، از این گفتی که چقدر اسپانسر مهمه، من یادمه که سالها پیش وقتی کشتی در ایران بعد از انقلاب اجازه پیدا کرد که مثلا در سالن‌ها برگزار بشه، پخش تلویزیونیش اجازه پیدا کرد، چون احتمالاً خیلی از بینندگان جوان ما یادشون نمیاد ما حتی برای پخش کشتی مردان در تلویزیون دچار مشکل بودیم. خیلی مسئله برگزاری لیگ‌های ورزشی برای کشتیگیران مهم بود، یعنی استدلال این بود که تا لیگ برای ورزش جا نیفته ورزشکار نمیتونه ورزش حرفه‌ای رو انجام بده. میخوام نظر تو راجع به لیگ بپرسم، آیا میبینی که اصلا بشه لیگ های ورزش های زنان در ایران راه بیفته؟ بله، همیشه راهی هست. به نظر من زنان این قدرت رو دارن و ما بی نهایت پتانسیل های خیلی قوی توی ایران داریم. بچه ها مستعدن و اگر سرمایه گذاری بشه روشون سطح لیگ ایران خیلی بالا میره و به دلیل باز ضعف علم و کادر ورزشی ایران مدیریت نشدن اینها هی عقب میافتن. در صورتی که بهشون برسن من مطمئنم زنای ایران جز افتخارات همه ما خواهند. اگر قرار باشه که یک آرزویی بکنی یاسمین، یک چیزی بخوای از مسئولان ایرانی به عنوان ورزشکار زنی که تجربه ورزش در ایران رو داشتی و تفاوت رو در خارج از ایران میبینی، چه آرزویی داری که اونها برآورده کنن؟ آرزوی برابری میکنم و اینکه یه راهی باشه که اونا مثل من سوخته نشن و بتونن بازی کنن و خودشون رو نشون بدن. خیلی متشکرم یاسمین که رویاتو با ما شیر کردی. یاسمین زینالی بسکتبالیست همراه ما و در استودیو همراه من رویا صفایی، فعال کمپین زنان برای ورود به ورزشگاه. فرناز قاضی‌زاده هم در برنامه صفحه دو به موضوع آزار جنسی در فوتبال افغانستان میپردازه. بعد از 60 دقیقه با فرناز و مهمانهاش همراه باشید. زنی که به یک قرن و نیم ریاست مردان برای یکی از بزرگترین مؤسسات پژوهشی آلمان پایان داد، الکساندرا بوش، اولین زنی است که به ریاست موزه مرکزی رومی آلمانی رسیده، دومین مؤسسه پژوهشی آلمان در زمینه علم باستان شناسی و یک مرکز علمی شناخته شده در سطح بین المللی. خانم بوش میگوید که با وجود راه طولانی که زنان آلمانی طی کردند، رسیدن به این موقعیت برای او اصلا ساده نبوده. مریم انصاری به سراغ او رفت. آرشیو موزه مرکزی رومی آلمانی گوشه ای از مؤسسه عظیم متعلق به انجمن لایبنیتس، با یکی از بزرگترین کتابخانه های باستانشناسی جهان و چندین موزه و مؤسسه تحقیقاتی و بیش از 11 میلیون بودجه سالانه. پس از 166 سال ریاست مردهای اغلب مسن، حالا سکان این سازمان عریض و طویل در دستان یک زن قرار گرفته است. پروفسور الکساندرا بوش که با اشتیاق بخشی از این گنجینه را به من نشان می‌دهد. صدها هزار قطعه که رازهای تاریخ بشریت را در خود جای دادند و میگوید باستان شناسی علمی است محافظه‌کار و سنتی که تا همین دو دهه پیش به شدت مردانه بوده. از 10 سال پیش به این طرف نقطه عطفی در این رشته رخ داد، طوری که حالا 4 مؤسسه تحقیقی باستانشناسی در آلمان و اتریش به دست زنان اداره میشن. بدون این پیشرفت قطعا ممکن نبود که امروز من در این پست باشم. زنان 100 سال پیش در آلمان حق رأی رو به دست آوردن. در این کشور زنان پرنفوذ و قدرتمند زیادی در سیاست، اقتصاد و جامعه علمی نقش بازی میکنن، ولی هنوزم میشنویم که برابری یه زنا به دنبالش بودن تحقق پیدا نکرده. بله، من فکر میکنم که در بسیاری عرصه ها هنوز برای رسیدن زنان به سطوح مدیریت یک سقف شیشه ای وجود داره. ما در دنیایی زندگی میکنیم که هنوز به شدت مردانه است و اونها شبکه های قدرت خودشون رو مدام بازتولید میکنن.
خانم بوش معتقد است که نگاه از بالا به زن در آلمان اشکال پنهان و زیرپوستی دارد و پس ذهن خیلی هاست بدون آنکه به آن آگاه باشند. یک مثال بزنم. زمانی که من مدیریت بخشی از این مؤسسه رو داشتم، وقتی با دو همکار مردم که مسن‌تر بودن وارد نشستی می شدیم، همه فکر می کردن من منشی یا دستیار اونها. و من می دیدم که چقدر این تصور جا افتاده که زن باید منشی و مرد مدیر باشه. الکساندرا بوش تنها زنی بود که برای رسیدن به ریاست این مؤسسه وارد رقابت با مردان همردیف خود شد و کم نبودند اطرافیانی که تلاش کردند او را از این کار منصرف کنند. برای من خیلی مهمه که زنها رو تشویق کنم که از گوشه آسوده‌ای که برای خودشون درست کردن بیرون بیان. چون رسیدن به سطوح بالای مدیریت مسیر سنگلاخیه و خیلی از زنها که حتی تواناییش رو دارن از قدم گذاشتن درش میترسن. باید این رو هم بگم، من میخوام رئیس خوبی هم برای زنها و هم برای مردها باشم. موفقیت در کار به بهای شکست در زندگی خصوصی او تمام شده و میگوید برای زنها حمایت جامعه، قانون و کارفرما مهم است. من در میان آشنایان زنم میبینم که چه فشاری رو تحمل میکنن که بتونن هم خانواده و هم کار رو با هم پیش ببرن. اما رسیدن به موقعیت‌های بالای کاری و حفظ خانواده فقط زمانی برای یک زن ممکنه که شریک زندگیش با جون و دل ازش حمایت کنه و پا به پای اون خانه و بچه‌ها رو بچرخونه. الکساندرا بوش معتقد است سیاست‌گذاری برای رسیدن به برابری حقوقی میان زن و مرد نقش محوری دارد و چارچوب‌هایی را به وجود می‌آورد که در آن مردان و زنان با حساسیت و آگاهی بیشتری رفتار خود را بازنگری و کنترل کنند. مریم انصاری، ماینز. اما یک شب دیگه و معرفی یکی دیگر از زنان موفق ایرانی، نازنین مصباحی، مهندس عمران از بوستون آمریکا، کمتر از 2 دقیقه از داستان موفقیتش در رشته‌ای مثل عمران برامون میگه که در بسیاری جوامع مردانه به حساب میاد. اصفهان به دنیا اومدم، تهران بزرگ شدم، بعد برای ادامه تحصیل اومدم آمریکا، لیسانسم رو ایران گرفتم، بعد برای فوق لیسانس اومدم آمریکا. هنوزم تعداد آقایون بیشتره توی این رشته نسبت به خانوم‌ها، ولی اینکه رشته مردانه‌ای هست و فکر نمی‌کنم باش موافق باشم. و اینکه چی شد من اومدم توی این رشته، علاقه داشتم از دبیرستان به معماری عمران علاقه داشتم و خب اومدم دنبال علاقم. اولین چیزی که میتونم بگم اینه که اعتماد به نفس داشته باشیم. من فکر میکنم که توی دنیای بیرون همیشه این مسیج خواهد بود، احتمالش خیلی زیاد خواهد بود، این پیغام، این پیام که هنوز آماده نیستی، نمیتونی، یا اینکه محیط مردونه است. ولی اعتماد به نفس داشته باشین و اگر که باور داشته باشین به باورهاتون، به قابلیتاتون، حتما موفق خواهید شد. من در این مورد میتونم بگم خودم خیلی مدیون خانواده‌ام و پدر و مادرم هستم. از بچگی خیلی تشویق میکردن به آشنایی به تکنولوژی و علوم. این آشنایی میتونه با گرفتن کتابای مربوط به تکنولوژی یا علوم باشه، خوندن داستانای مال بچه ها از بچگی. کلن این آشنایی رو پدر و مادر رو وقتی فکر میکنم شروع بکنن، خیلی تاثیر ریشه‌ای داره روی بچه ها. صحبت‌های نازنین مصباحی بود، یک زن موفق ایرانی در آمریکا. اگه می‌خواید که داستان‌های بیشتری از زنان موفق ایرانی و افغان بخونید، می‌تونید به صفحه 100 زن سایت ما سر بزنید، صفحه ویژه‌ای که بسیاری از گزارش‌ها رو می‌تونید در اون ببینید، مطالب متنوع بخونید، از جمله مروری بر 60 سال اشتغال زنان در ایران یا داستان‌های زنان موفق از زبان خودشون، همونطور که گفتم. bbcpersian.com ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.